متاسفانه کنترلرهای PS5 دیگه به درستی کار نمی‌کنن. سلام به همگی، به یه ویدیو دیگه از مرکزخرید.com خوش اومدین. امروز می‌خوایم راهکارهایی رو برای حل مشکل قطع و وصل شدن کنترلرهای PS5 بهتون آموزش بدیم. پس حتما تا آخر این ویدیو همراه ما باشین. توی بعضی موارد اگه اتصال کنترلرتون به کنسول مدام قطع و وصل میشه، ممکنه به خاطر این باشه که PS5 داره از اینترنت وایفای استفاده میکنه. عجیب به نظر میاد، اما کاربرای زیادی رو دیدیم که با قطع کردن وایفای تونستن این مشکل رو به کلی برطرف کنن. البته طبیعتاً این راه حل ایدئال نیست، چون خیلی از بازی‌ها به اتصال اینترنت نیاز دارن، اما دلیل جالبی برای این اتفاق وجود داره و درست کردنش هم چندان کار سختی نیست. اگه مطمئن شدین که کنترلرتون به خاطر اختلال با وایفای قطع میشه، پیشنهاد میکنیم حتما کنسول رو به وایفای 5 گیگاهرتزی وصل کنید، یا کلن اتصال بی سیم رو کنار بذارید و از کابل لن برای وصل شدن به اینترنت استفاده کنید. اما دلیل این اتفاق اینه که کنترلرهای PS5 با اتصال 2.4 گیگاهرتزی کار میکنن که دقیقاً معادل با فرکانسیه که از اکثر روترهای وایفای ساطع میشه. مشکل زمانی پیش میاد که همزمان از چند دستگاه با همین فرکانس استفاده کنید و ممکنه گاهی اوقات باعث قطعی‌های پی در پی بشه و فکر کنید کنترلرتون خراب شده. برای حل این مشکل عجیب کافی از روتری استفاده کنید که از فرکانس 5 گیگاهرتزی پشتیبانی میکنه. برای چک کردنش میتونید خود روتر رو مستقیما بررسی کنید یا وارد صفحه آنلاین تنظیماتش بشین و بخش وایفای رو نگاه بندازید. اولین قدم برای برطرف کردن این مشکل اینه که موقتاً اتصال وایفایتون رو قطع کنید، یعنی به سادگی روترتون رو از برق بکشید. بعدش باید مطمئن بشین که کنترلر PS5 کاملا خاموشه و با استفاده از یه جسم نازوش مثل گیره کاغذی یا خلال دندون ریستش کنید. در قدم بعد کنترلر رو با استفاده از کابل USB و PS5 متصل کنید و کنسول رو روشن کنید. حالا به تنظیمات کنترلر بریم و گزینه کامیونیکیشن متد رو روی حالت USB قرار بدیم. بعد از این کار میتونید دوباره روترتون رو روشن کنید و به وایفای وصل بشید. بعدش به بخش تنظیمات نتورک بریم و چک کنید که PS5 از طریق اتصال 5 گیگاهرتزی به اینترنت وصل باشه. برای بررسی کردن فرکانس وایفای PS5 میتونید گزینه ویو استاتوس کانکشن رو انتخاب کنید. توی این مرحله باید عدد 5 گیگاهرتزی رو ببینید. اگه هنوز روی 2.4 گیگاهرتز تنظیم بود، برای درست کردنش دوباره به تنظیمات نتورک برید. اتصال وایفایتون رو انتخاب کنید و دکمه آپشنز رو بزنید. از اینجا میتونید باند فرکانس وایفای رو به 5 گیگاهرتز تغییر بدید. در آخر اگر روترتون از اتصال 5 گیگاهرتزی پشتیبانی کنه، باید به طور خودکار با همین فرکانس به وایفای متصل بشه. اما اگه به هر دلیلی این اتفاق نیفتاد، ممکنه به این خاطر باشه که روترتون یه اسم کاملا جدا برای 5 گیگاهرتز داره. اما با اکثر روترهای جدید هیچ مشکلی براتون پیش نمیاد. بعد از این مرحله میتونید کنترلر رو از PS5 جدا کنید و دوباره با بلوتوث وصلش کنید. حالا میدونین در صورت قطع و وصل شدن کنترلر PS5 چه کارهایی رو میتونید انجام بدید. امیدوارم دیدن این ویدیو لذت برده باشین. دوستتون داریم. مراقب خودتون باشین. تا یه ویدیو دیگه از مرکزخرید.com. خدافظ.